رئیس کلیسای مریم مقدس شهر روم از مقامات و رسانه‌های غربی در حمایت از تروریست‌ها در سوریه به شدت انتقاد کرد. کشیش متانوس حداد، رئیس کلیسای بزرگ و قدیمی مریم مقدس روم و نماینده پاتریارک سوریه در ایتالیا، با ابراز خرسندی از آزادسازی شهر حلب به دست ارتش سوریه و نیروهای مردمی، این پیروزی را شکستی بزرگ برای تروریست‌ها و حامیان مالی و تسلیحاتی آنها دانست. نوسترا جویا دلا لیبراسیون دی آلپو دل تروریسمو. ما از آزادی حلب خوشحال شدیم. مقامات و رسانه‌های غربی برای ساکنان حلب اشک تمساح می‌ریزند. مگر بعضی کشورهای غربی نبودند که تروریست‌ها را مسلح کردند؟ مدعیان غربی حمایت از حقوق بشر، پس چرا برای مردم یمن که دو سال است زیر شدیدترین حملات هوایی سعودی‌ها هستند، ابراز نگرانی نمی‌کنند؟ در همین حال جمعی از اندیشمندان ایتالیایی و سوری در ایتالیا در نشستی در روم از برخوردهای دوگانه غرب در برابر پدیده تروریسم انتقاد کردند. اون پنسیرو اونیکو دیلاگانته که نو غربی از بیان واقعیت و آنچه در حلب و سوریه اتفاق میافتد خودداری میکنند. آنچه رسانه های غربی برای مردم تعریف نمیکنند این است که از سال 2011 سوریه درگیر جنگ با تروریست هاست و رئیس جمهور آن کشور با تروریست ها مبارزه میکنند. دقیقا زمانی که راه خروج از بحران سوریه با آزادی حلب پیدا شده، رسانه های غرب علیه ارتش و مقاومت سوریه که با تروریست ها در مبارزه هستند موضع گیری میکنند. مطبوعات ایتالیایی با وجود گذشت یک هفته از آزادسازی حلب همچنان واقعیت‌ها را در سوریه تحریف می‌کنند. رسانه‌های غربی از جمله رسانه‌های ایتالیایی به موازات مقامات سیاسی خود بدون هیچ اشاره‌ای به جنایت‌های دلخراش تروریست‌ها در سوریه در چند روز گذشته تلاش کردند تا افکار عمومی کشورهای خود را از اهمیت بازپسگیری حلب منحرف کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.